مسعود فتحی، فعال و تحلیلگر سیاسی از وین اتریش همراه ما هستند. آقای فتحی، ابتدا به این موضوع پردازیم که شاهد این هستیم که اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران با وجودی که اینقدر فضا امنیتی هست، جو امنیتی هست، در ویدیوها دیدیم که ماموران ضد شورش در خیابان‌ها هستند، خیلی سانسور گسترده داره انجام میشه، اما همچنان این اعتراض‌ها ادامه داره. شما در رابطه با این موج جدید اعتراضی چی فکر می‌کنید؟ با درود به شما و بینندگان عزیز تلویزیون، اعتراضات بر زمینه‌ای که در جامعه وجود داره، خب طبیعتاً به میدان اومده. مثلا یکی اول اینکه موضوع اعتراضات مسئله گرانی نان و غیره یک موضوع عمومی، ثانیاً در کشور ما الان اعتراضات وسیعی در جریان هست. در طول یک سال گذشته حداقل هر هفته و معلمین در سراسر کشور تجمع برقرار کردند. صدها اعتصاب کارگری در کشور وجود داشته و اهم از شرکت نفت، شرکت‌های دیگه یا مثلا شهرداری‌ها و غیره و اینا. این اعتراضات علاوه بر اینکه موضوع اونها موضوع فراگیر و همه‌گیری هستش، در این حال بر بستر چنین اعتصابات اعتراضاتی در واقع درگیر شده با حکومت، و این نیستش که حکومت در خیابون نبوده. در همه این اعتصابات اعتراضات هم حکومت تراش کرده که به یه شکلی سرکوب بکنه اعتراضات رو، مردم رو نگذاره که مطالباتشون رو مطرح بکنن. به جای پاسخ به مطالبات مردم همواره اونها رو سرکوب کرده. در این زمینه هم این کار رو انجام میده، ولی فکر میکنم که یک گام جامعه ما در مقابله با سیاست سرکوب جمهوری اسلامی به گام به جلو برداشته و توانسته بخشن فضای اجتماعی رو به خودش اختصاص بده و حکومت رو در عرصه هایی به عقب نشینی وادار کنه. و همین مسئله هم هستش که امروز فراگیر شدن این اعتراضات رو با توجه به وضعیت اقتصادی و بحرانی که بحران و تورمی که واقعا بر جامعه حاکم هست و این شوک اقتصادی که دولت بر مردم وارد کرده بیشتر میکنه. اما آیا دولت در چنین شرایطی میتونه اصلا مطالبات مردم رو پاسخ بده؟ حالا به جای سرکوب حداقل جواب مطالبات مردم رو بده؟ چون ما میبینیم که این چند روز وعده های بسیاری میده دولت که اقلام گرون نشدن، یارانه های کفاف زندگیتون رو میده. این وعده وعیدها میتونه مردم رو آروم بکنه؟ نه خیلی، وعده وعیدها همیشه داده میشه، ولی این دولت نه توانایی این کار رو داره که به نیازهای مردم پاسخ بده، نه برنامه این کار رو داره. یکی از ناکارآمدترین دولت ها در جمهوری اسلامی هستش که به ضرب و زور در واقع حذف و تقلب از صندوق بیرون کشیده شده، ولی نه کارایی داره نه توانایی داره. و در این حال در عرض یک سال گذشته حتی نتونسته مذاکراتی رو که برای لغو این تحریم ها و یک گشایشی در وضعیت اقتصادی، تغییر سیاست خارج کشور یک امر ضروری هستش، نتونسته حتی به یه جایی برسونه و برنامه هم برای این کار نداره. و طبیعتاً یک مقدار هم همین مسئله هم هستش که ناامیدی برای بهبود شرایط در جامعه رو عمومی کرده و مردم اصولاً اعتقادی ندارن که این دولت توانایی و کارایی اینو داره که بتونه به مشکلات اقتصادی جامعه پاسخ بده. به همین خاطر این مسئله، فکر نمی کنم که دولت فعلی بتونه این کار رو بکنه و حکومت با یک بنبست بسیار فراگیری مواجه هستش. ممنونم از توضیحات شما. مسعود فتحی، فعال و تحلیلگر سیاسی از وین همراه ما بودید.